درود بر شما دوستان گرامی، امیدوارم حال همگی خوب باشه. برنامه گزارشگران برنامه شماره 16 رو به شما تقدیم میکنیم به اتفاق دوست و همکار عزیزم آقای مجید وارث. مجید جان شب خیر، درود بر شما. شب خیر. بعد از یک هفته ما در واقع مدتی خدمت بینندگان نیستیم. بله، داریوش از جمعه نیست تا چهارشنبه و ما از خدمت شما عرض کنم یه روز بعدش. بله. به هر حال خوشحالیم که فرصتی هست و باز خدمتتون میرسیم. و خب آقای وارث‌بنده یک دو تا مسئله رو دیشب مطرح کردم که به نظر من مسائل مهمیه، چون ما گهگاهی راجع به این مسائل صحبت میکنیم اما اتفاقاتی میفته، از جمله این مورد دوپینگ در ورزش ما به خصوص در فوتبال. اطلاع دارید که هر از چند گاهی کمیته دوپینگ، حالا هر اسمی داره، اینا میان و یه شایعاتی رو پراکنده میکنن که فرض کنید که یه عده‌ای مورد آزمایش قرار گرفتن، آزمایششون آزمایش A-شون مثبت از آب در آمده و اشاره نمیکنن به اسم. بعضی وقتا مخفف اسما رو میذارن، یه تشویش و اضطرابی در جامعه فوتبال ایران فراهم میکنن به این معنی که وقتی که اسم نمیگن و میگن آزمایش مثبت در آمده، یه عده طرفداران پرسپولیس بازیکن استقلال رو مورد اشاره قرار میدن، طرفداران استقلال بازیکن پرسپولیس رو مورد اشاره قرار میدن. من شکایت دارم راجع به این قضیه، نه از جنبه اداریش دارم صحبت میکنم، از جنبه اجتماعیش هم. وقتی که یک بازیکنی همزمان با این گزارش ها خداحافظی میکنه از فوتبال یا از تیم ملی خداحافظی میکنه، قبلا هم اتفاق افتاده، بلافاصله انگشت اتهام و سوءظن به طرف ایشون گرفته میشه. کما اینکه در این ماجرای اخیر که دیشب من توضیح دادم خدمت بینندگان عزیز، فرهاد مجیدی رو مورد سوءظن قرار دادن مردم، در حالی که رئیس کمیته دوپینگ علناً و صریحاً گفته که بازیکن مورد نظر فرهاد مجیدی نیست. نظر شما چیه در این مورد؟ من والا امیدوار هستم که قطعاً فرهاد مجیدی نیست. بله. ولی این آقای رئیس دوپینگ، آقای هاشمیان، بله دکتر هاشمیان، ایشان در واقع با توجه به شرایط خداحافظی فرهاد مجیدی، که من اجازه میخوام از شما آقای زهاب و بینندگان عزیز یه نظر شخصی بدم راجع به فرهاد مجیدی، چون از بازیکنانی هست که من یک بار باهاش توی عروسی بودم. بله بله. و چون سر میز با هم بودیم خیلی با هم صحبت کردیم. بله بله. مجیدی واقعا یک چهره، اولا فوتبال فوق‌العاده‌ای رو بازی کرد در طی این سالها، خاطرات فوق‌العاده خوبی رو برای دوستداران فوتبال باقی گذاشت. از نظر منش و روش نه حرفای جنجالی بی‌محتوا زد، چون یه سری از بازیکن‌ها، حالا اسم نمی‌بریم، اینا محبوب هستن، ولی به خاطر یه سری حرفای جنجالی که همچی محتوایی هم نداره، آدم بعدا میبینه مثلا میرن عکس میگیرن، نمیدونم سر خاک این پهلوان، سر خاک اون. فرهاد مجیدی بسیار خوب بازی کرد، منش داشت، رفتارش رفتار مدرنی بود، لباس پوشیدنش مدرن بود، صحبت کردنش مدرن بود و حرفش هم در واقع به قول معروف توی زمین فوتبال میزد و نه خارج از اون. جا داشت اشاره بکنم و فقط دلم میسوزه که او به ناحق تعداد بازی های ملیش خیلی کمه. و واقعا میتونم بگم به ناحق، یعنی واقعا حقش بود که خیلی بیشتر از این در تیم ملی بازی. فکر نمی‌کنید یه مقداری، من دیشب هم اشاره کردم، من یه انتقاداتی نسبت به رفتار حرفه‌ای ایشون در دو سه مورد دارم، به خصوص با باشگاه استقلال، نه با تیم ملی زیاد. فکر نمی‌کنید یک مقداری عقب ماندگیش در این پارتیسیپیشن، شرکت در تیم ملی، به علت همین کارا بود؟ به عنوان مثال یکی از اتهاماتی که بهش می‌زدن این بود که در تمرینات دوست نداره شرکت کنه و معمولاً در لحظه آخر میاد ملحق میشه به باشگاه. یعنی یه مقداری من انتقاد میکنم بهش، ولی خیلی دوستش دارم، فوتبال خیلی خوبی رو ارائه داد همونطور که جناب علی فرمودید. اما این ماجرای وصل شدن ایشون به دوپینگ دو حالت داره آقای وارث، یا باید حقیقت محض داشته باشه یا اصلا باید کلن از ایشون عذرخواهی بکنه این سازمان دوپینگ، این کمیته دوپینگ
نظر شما بیده. ببینید یه باز ارزش داره، فرهاد مجیدی بازیکنی بوده که ما سالهای سال باش فوتبال تماشا کردیم و لذت بردیم، جا داره چند دقیقه فکر میکنم راجع به خود فرهاد صحبت بکنیم. کما این که بازیکنایی که حالا یکم ممکنه از ایشون معروفتر و مشهورتر بودن هر روز ازشون صحبته. یکی از چیزهایی که در مورد فرهاد دوست دارم اینه که همیشه حرفشو داخل زمین زد، همینجور که عرض کردم. منتها فرهاد مجیدی هم مثل هر آدم دیگه، مثل هر بازیکن دیگه، یه سری نکات مثبتی داره، یه سری ممکن نکات منفی داشته باشه. در مجموع به نظر من یکی از شایسته ترین بازیکنان تاریخ اخیر فوتبال ایرانه، اگر نگیم شایسته ترین. من چیزی رو که در مورد این بازیکن فوق العاده دوست دارم این است که به غیر از استقلال در هیچ تیمی بازی نکرد. یادم میاد این هدایتی پاسدار قدیم و پولدار امروز وقتی تیم استیلازین رو شروع می کرد، یکی از کسانی رو که شاید از خیلی ها بیشتر بهش پیشنهاد داد که بره به تیم استیلازین. من آقای زهاب میگن حرف میاره، من اعتقاد دارم یکی از ناپاکی های فوتبال ایران رو این هدایتی با شروع باشگاه استیلازین دامن زد. یعنی اصلا ذهنیت بازیکن ما رو اگر 70%، 50%، 60% به سمت پول بود، کردش 110%. یعنی ایشون لطمه ای که به فوتبال ایران زد. حالا خیلی ها میگن پول آورد. اولا که من نمیدونم این پول از کجا آورده که آورده، حالا تازه اون بحثم که بذاریم کنار، ایشون بد جوری دامن زد به فساد در فوتبال ایران. و من خوشحالم که مجیدی خودشو حفظ کرد، مجیدی در همون تیم استقلال موند و البته غیر از استقلال هم در تیمای چی بازی کرد. ولی دو نکته رو من دیشب برنامه جناب علی رو که نگاه میکردم، به نظر من شما به درستی بهش اشاره کردید، این انتقاد از فرهاد نیست، ولی نحوه خداحافظی در هیچ جای عالم در یک بازی رسمی در دقیقه 88 آدم این کار رو نمی کنه. البته خیلی ها میگویند که او خواست پیغامی رو بده، ولی اصول حرفه‌ای‌گری، چون فرهاد بسیار معتقد بوده به این اصول، شما تصور بفرمایید دقیقه 90 یه دفعه استقلال یه گل می‌خورد. بله، بازی حساسی هم بود. فضای کما اینکه یه پنالتی قبلش شده بود که رحمتی گرفت. این از نظر تایمینگ درست نبود، حتی اگر ایشون می‌خواست به فتح‌الله زاده یا کسی پیغامی رو بده. این یه مورد. همون مورد دوم هم باز داروش خان اشاره کرد در مورد داستان دوپینگ. آقا اصلا مگه شوخی این داستان؟ اینم شده عین داستان 3000 میلیارد دلاری که دزدیدن. آقای بیر، آقای یه سری آدم میان به معذرت میخوام بینندگان عزیز، ادرارشون رو بعد از بازی میگیرن میدن آزمایش، این جوابش یا مثبت است یا منفی. دیگه این همه بازی و آرسنال و پن بازی ها رو من نمیفهمم بابت چیه. و این وسط ممکنه آدم بیگناهی مثل فرهاد مجیدی هم اونم در پایان کارش در مزان تان قرار. بسیار غم انگیز بود به نظرم از هر جهتی که بخوایم نگاه کنیم. امیدوارم فرهاد مجیدی در کار مربیگری هم ظاهرا خیلی علاقه داره، موفق باشه همچنان که در بازیگری بود. یکی از سرمایه های فوتبال ماست و باشگاه استقلال باید از او خیلی ممنون باشه، وفاداری او. البته بازم میگم مثلا فصل پیش ایشون ما بین فصل به در بین فصل بلکد رفت، الانم این من اینو یه لکه تاریکی میبینم به خاطر که استقلال هنوز سه بازی دیگه برای نیمه فصل داره و میتونست در پایان نیمه فصل، در بازی آخر نیمه فصلش این کارو بکنه، ولی به صورت این دیگه اختیارش دست خودشه. من برداشتم اینه، با شناختی که میگم در اون جلسه هم نسبت به فرهاد پیدا کردم بیشتر، من برداشتم اینه که این چون سکوت میکنه این دلایل مشخصی رو برای این کار داشته. من یعنی مطمئنم، امیدوارم، یعنی به شدت این آدم از نظر روحی روانی در عذاب بوده، از باشگاه ناراضی بوده. بعدم درسته که ما به این خداحافظی ایراد میگیریم، ولی شما نگاه کن از زمان همایون بهزادی و پرویز قلیچخانی و اینا شما بگیر تا به امروز دایی و نه، با برای کی ما بازی خداحافظی میذاریم؟ برای کی اصلا مراسمی رو برگزار میکنیم؟
شاید فرهاد مجیدی این کارو کرد که حداقل خداحافظیش تا سالهای سال تو ذهن‌ها آره اینجوری بمونه، با اون فضاحت کشیده نشه. اما من یه سخن کوتاه، خیلی کوتاه، 10 ثانیه 20 ثانیه‌ای با کمیته دوپینگ دارم، کمیته دوپینگ فدراسیون فوتبال. شرم بر شما، با آبروی فوتبالیست‌های نظیر فرهاد مجیدی بازی نکنید. اگر فرهاد مجیدی کسی بوده که آزمایش ایش مثبت بوده، صریحاً اعلام بکنید. اگرم نیست، چاک دهنتون رو به قول معروف ببندید، اعلامیه پشت اعلامیه صادر نکنید و مردم رو در حدس و گمان قرار ندید. این کار زشتیه، این با آبروی فوتبالیست بازی کردن. امیدوارم این رعایت بشه در آینده. منم امیدوارم. آقای وارث، یه مطلبی رو شما با هم که صحبت می‌کردیم در مورد تیم ملی نوجوانان ایران و آقای علی دوستی مهر با هم گفتگو کردیم، من نکاتی رو که شما مطرح کردید، باور کنید صادقانه میگم، این نکات مقدارش به ذهن من اصلا نرسیده بود. دوست دارم اینو با دوستان شما شیر کنید، بنده هم در خدمتتون هستم با هم یه بحثی در این مورد داشته باشیم. در خدمتم. بینندگان عزیز، امروز خواندم که تیم نیجریه، مسئولین تیم نیجریه پاسخی دادن به آقای دوستی مهر که ما بازیکنان تیم نیجریه زیر 17 سالها همه اینها آزمایش شدن، MRI میگن، DNA میگن، هرچی که میگن ازشون گرفته شده و این بازیکنان همگی زیر 17 سال هستند. اما من برای اینکه بحثی رو که خدمت داریش زهاب عزیز داشتم رو شما رو هم در جریانش بگذارم که با هم به یک نتیجه احیانا مشترکی برسیم و اگر هم مشترک نبود بعد شاید فرصت باشه خطا رو باز کنیم، نظر شما رو هم بشنویم، یک تیکه های کوچکی رو از سیر صحبت های آقای دوستی مهر خدمتون در این یک ماه گذشته که رفتن به مسابقات زیر 17 ساله ها خدمتون عرض می کنم. اولا اهمیت موضوع برای من به دو دلیل بیشتر خودشو نشون میده. یکی این که آقای دوستی مهر به عنوان یک مربی صاحب اخلاق در فوتبال ایران معروف هستند. من ایشان رو نمیشناسم، احتمالا زمانی که من از ایران میمدم بیرون ایشون فکر کنم 17 سالش حد اکثر بوده، اون موقع من ایشان رو نمیشناختم. الان هم دیگه 28-9 سال از اون ماجرا گذشته است. در نتیجه من بر اساس شنیده ها که مثلا آقای مهدوی کیا اینجوری گفتن، دیگری اینجوری گفتن. و مورد دوم، فاکتور دومی که موضوع رو برای بنده خیلی پر اهمیت میکنه این هست که ایشان مربی تیم زیر 17 سال، بله همون عکسه، بله مربی تیم زیر 17 سالهای ایران هستن. یعنی چی؟ یعنی سر و کار ایشان با جوانانی است که آینده فوتبال ایران در اختیارشون هست. آقای دوستی مهر میدونید که در مسابقات جام جهانی زیر 17 ساله ها در بازی اول با آرژانتین مساوی کردن، در بازی دوم با کانادا مساوی کرد تیم ما و در بازی سوم اتریش رو شکست دادن. ایشان بعد از بازی اتریش صحبت ها رو میکنن. خواهش میکنم صحبت ها رو در کنار هم بهش دقت بفرمایید. میگویند که ما در ماه‌های گذشته تمرین‌های زیادی داشتیم، سعی کردیم اصل فوتبال را در بازی‌هایمان رعایت کنیم. در این رده سنی، آن هم در تورنمنت‌های بزرگ، اشتباه زیاد پیش می‌آید. در رده نوجوانان احساس بازیکنان تأثیر زیادی دارد. پس ببینید اینجا راجع به احساس صحبت می‌کنند. بعد در ادامه میگویند که این بازیکنان شروع فوتبالشان است و تمام اشتباهاتشان در این رده رخ می‌دهد. همه تیم‌ها پرقدرت هستند. دقت بفرمایید لطفاً. و یکی از دلایل مشکل گلزنی می‌تواند استرس باشد. این قسمت اولشونه. بعد ایشان بعد از این که تیم، من دارم میخواد داروش ساکت باشه به خاطر اینکه میدونم خیلی مطالب داره که خدمت شما بگه، مطالب بذارید فصل به فصل جلو برم. در این بخش آقای دوستی مهر میاد و اولین ضربه رو یه جورایی به آدمای مثل من میزنه. این ضربه چیه؟ یه معلم اخلاقه، معلم فوتباله، میاید و میگوید بعد از اینکه ما از اتریش بردیم اومدن تلفن زدن گفتن از تیم حمایت میکنیم و من جا داره از آقای رویانیان، از آقای حبیب کاشانی و از آقای حسین هدایتی تشکر کنم. بس باشه. عرض کنم خدمتتون که اولا بازیکن زیر 17 سال هنوز یه بازیکن حرفه‌ای نیست آقای وارث.
بازیکن زیر 17 سال ما باید اخلاق حرفه‌ای رو درش پرورش بدیم تا در سنین بالاتر 2-3 سال 4 سال 5 سال آینده ایشون بتونه در باشگاه به صورت حرفه‌ای عمل کنه و در تیم ملی هم به عنوان یک ایرانی شریف آماده مبارزه. اینکه ما توقع جایزه و پول بذاریم، اونم نه از طرف یک ارگان دولتی بلکه اشخاصی که الان من بخوام بگم که به خوبی یا به نیکی معروف نیستن، آقایونی که آمدن تو فوتبال اسم و رسمی درست کردن، از سپاه اومدن، از نمیدونم ارگانهای نظامی آمدن، شما دارید از همین الان به یک بازیکن 17 ساله یاد میدید که برای هر کاری که شما میکنید یک نفع مادی درش وجود داره، این اشکالی نداره، ولی در کنار اون مواظب باشید، چون شما در یک سنی دارید با این بچه ها چنین چیزی رو حق نمی کنید، چنین چیزی رو یاد میدید که زوده، خیلی زوده. ایشون این بازیکن آقای محمد مظلوم، آقای حسینی، آقای نمیدونم اینا 2 سال دیگه 3 سال دیگه میان تو این باشگاه ها و برای همین هستش که نهایتا تنها چیزی که اینها فکر میکنن دست 4 سال اول فوتبال بازی کردنش اینه که چه قراردادی بگیرن، کجا پول بیشتر بگیرن. من با این مخالفم. روحیه این طبقه سنی آماده نیست برای این کارا. اونم اگه قراره کسی جایزه بده، وزارت ورزش و جوانان باید جایزه بده، نه آقای هدایتی که گاف صندوقش رو همیشه صندوق عقب ماشینش گذاشته، هر جا که میره تیم میخره، تیم میفروشه، گهر درو داماش نمیدونم این اون. من خیلی مخالفم. بیشتر درد من اینجا بود آقای زهاب، که آقای دوستی به شما که واردی، شاید ما اشتباه میکنیم، شاید امثال هدایتی، پاستارای قدیم و میلیاردرای امروز، اینا دارن به فوتبال ما خدمت میکنن. اینو رسما بگید که ما متوجه بشیم اگه ما اشتباه میکنیم. بله. ولی من دلم نمیخواد که این جوون بره مثلا شب خونه پیش پدرش بگی سردار هدایتی به ما 500 دلار پول دادن. بعدم حالا دادن، اینو در کنفرانس مطبوعاتی گفتن معنیش چیه؟ آیا معنیش نیست که یه چیزی تو کفه آقای هدایتی هم گذاشتن؟ نه. من این تلقی رو چون تأثیر مهمی از اون لحظه دیگه این بازیکن همه، شاید خدای نکرده دنبال این بیفته که چجوری آقای هدایتی رو باید راضی کنه. بله. یا در خط ایشان گام بردارد. این بازیکن همینقدر که از بین همسنانش برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده، این بزرگترین افتخار باید براش باشه. اگه قراره که شما رسما میگویی که زنگ زدن گفتن ما از این بازیکن‌ها حمایت میکنیم، من فکر می‌کنم اون پدر و مادری که این بچه رو تا این سن رسونده به تیم ملی، این 500 دلار هم حتما خودش کمک میکنه. فکر نکنم نیازی باشه که آقای هدایتی چی کنه. نه. اما آقای دوستی مهر قبل از یه صحبت فنی هم کردن، قبل از بازی ایران و نیجریه جمله‌ای گفتن که من فکر کنم داروش بهتر از من بتونه برای شما توضیح بده. ایشان فرمودن که ایران و نیجریه یک فینال زودرسه. این آیا معنیشی نیست که همه تیما مرخصن، ما فقط بد آوردیم که با نیجریه خوردیم؟ کاملا شما درست. ببینید منم در فیسبوک آمدم گفتم، جمله من این بود: اگر ایران از صد نیجریه بگذرد، احتمال رسیدنش به فینال یا یک نیمه نهایی زیاد. این یه چیز بحث فنیه. بنده نه نیجریه رو خیلی بزرگش کردم، نه ایران خیلی کوچکش کردم، یه چیز فنی بود گفتم، یه حدسیات یک طرفدار فوتبال. اما وقتی شما میاید این صحبت رو میکنید، اولا روحیه، البته آقای دوستیمه رو من اصلا نمیخوام بحث تواناییش بکنم در مورد اداره یک جوان نوجوان 17 سال، شاید من خودم میگم از من خیلی بیشتر این چیزها رو میفهمم، اما یه چیزای عرف بین المللی داره، یه چیزای عرف جهانی داره. ما میبینیم، ما به هر صورت تنها فوکسمون رو ایران نیست، میبینیم تیم نیجریه با ما مثلا خیلی راحت بتونیم صحبت کنیم. الان تیم نیجریه که 3 بار قهرمان جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال شده، حتما یه کارهای درستی رو انجام داده، یعنی حتما اینا یه فرمول درستی داشتن از نظر فنی، از نظر اخلاقی، از نظر روحی که به چنین درجه میرسن. به نظر من آقای دوستیمر، من فکر میکنم که اولا نیجریه رو برای بچه ها خیلی بزرگ کردن، من میتونم این حرف رو بزنم، من یک گزارشگرم، یک علاقمند روزنامه‌نگار، ولی آقای دوستیمر مواجه با بازی بعدی که 3 روز دیگه میخواد انجام بشه،
شما اولا به قول شما خیلی حرف قشنگی زدی، به قول شما اولا شما نیجریه رو خیلی بزرگش کردی برای این بچه‌ها، دوما بقیه تیم‌ها رو خیلی کوچیک کردی شما. منتها حرف من و آقای دوستیمه تا اندازه‌ای به هم نزدیکه، ولی زاویه‌اش با هم دیگه فرق داره. من از نظر تاریخی دارم صحبت میکنم، ولی اون تو رخکنه داره با بچه‌ها صحبت میکنه. من داشتم این بازی‌ها رو که دنبال کردم توی رده نوجوانان در 17 سال، من یک جدولی رو خدمت شما یک اشاره کوتاه میکنم. غیر از نیجریه و برزیل که سه بار این مسابقات رو بردن، غنا برده، مکزیک برده، عربستان سعودی در سال 89 برده، فرانسه برده، سوئیس برده. حالا اینایی که بردن، حالا یک طرف، اونایی که سوم و چهارم شدن برای من خیلی جالبه اسمشون. ساحل آج، استرالیا، اسکاتلند، بورکینافاسو، کولومبیا، گینه، بحرین، قطر، عمان، لهستان و ترکیه. ببینید من آقای دوستیمه گلم اینه شما یه زحمتی کشیدی، بذار این زحمت در همون اندازه‌ای که کشیده شده ارج بهش گذاشته بشه. بله. اگه خواستی بیشتر از اون اندازه موضوع رو کش بدی، اون وقت مشکل پیش میاد. بزرگترین مشکلش تربیت این بچه هاست. شما میگویی ایران و نیجریه فینال زودرسه، یعنی شما از همین الان پیشبینی کردی که اوروگوئه رو میبردی اگه از نیجریه میبردی؟ اصلا چنین چیزی نمیتونی 100% بگی؟ حالی نیجریهش هم معلوم نیست به فینال برسه. بله. دقت میفرمایید؟ اینه که شما یک بازی مهمی رو باید همون اندازه که هست ببرید جلو. بعد شما آقای بحثمون یه خود طولانی میشه، من اینو جمله بعد از مسابقه برام اصل داستانه. آقای دوستیمهر بعد از مسابقه این حرفا رو میزنن، میگویند که اگر تیم نیجریه واقعا زیر 17 سال هست، من بهشون تبریک میگم، خیلی تیم خوبیه. آقای دوستیمهر عزیز، شما به چه حقی یک کشوری رو، اونم کشوری که سه بار قهرمان این مسابقات شده رو، چون تیم چهار تا گل ازش خورده میبری زیر سوال؟ این اصلا نه رسم مردونگیه، نه رسم معرفت، نه عرف بین المللیه. آخه اینو شما از کجا درآوردی؟ ضمن اینکه فیفا داره این مسابقات رو برقرار میکنه دیگه، آمریکا و اسرائیل هم که نیست نیجریه که بگیم نمیدونم لابی میکنن چیکار میکنن اینا. آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ اون بابا اون نیجریه پدر نداره، مادر اینا که خیلی هم وقتی گل میزدن بیشتر از بچه های ما سجده میکردن و نماز میخوندن و نمیدونم همه این کارها رو انجام میدادن. شما درسته که بهشون یک همچین تهمتی رو بزنید و بگی من 30 ساله مربی هستم، 20 ساله با تیمای ملی کار کردم، به نظر من این تیمی که ما با آنها روبرو شدیم تیم نوجوانان نبود. من بسیار مخالفم با این حرف شما. بفهم داشت. آقای وارسته، من راجع به قدرت فیزیکی بازیکنان آفریقایی که فکر کنم برای همه دنیا شناخته شده است، اولا از نظر استخوانبندی، از نظر درشتی هیکل، با کشورهای دیگه تفاوت دارن. این همه میدونن، کامرون رو همه میشناسن، همین نیجریه‌ای که در المپیک هم قهرمان شد همه میشناسن. به هر صورت اون حالا یه بحث فنی. اولا آقای دوستیمهر، اگر شما اصلا تبریک نمیگفتی بهتر بود با این جمله، یعنی خود تبریک گفتن اینه فوش بوده، اینه زیر سوال بردی اصلا. و اولا ما خودمون سابقه داریم در این کار، نه یک بار، چندین بار در تاریخ فوتبال همین 20-30 سال اخیرمون سابقه داریم. سقر آقا سنی همه سیبیلا رو می‌زدن. سقر سنی دیگه الان دیگه این کلمه‌ش هم برای بعضی اصلا ثقیل، نمی‌دونن سقر سنی یعنی چی، ولی ما خودمون سابقه داریم. من به نظر من حرفه‌ای ترین کار این بود که ایشون زبونش رو گاز می‌گرفت، لبش رو گاز می‌گرفت، این صحبت رو نمی‌کرد. شما باید به حریف احترام بگذاری. به نظر من تشکیلات فعلی مسابقات به خصوص در سطح جهانی آنقدر علیل و ذلیل نیستن که یک تیم نیجریه بیاد مثلا با 4-5 بازیکن بالای 17 سال، کسی هم آزمایش نکرد. الان از استخوان
آزمایش میکنن دیگه، حتی امارای و این چیزا رو. جان من اصلا میگم فرض کن بازیکنای نیجریه همه 25 سالشون بوده، این کار آقای دوستی مهر نیست که فوتبال باید... اینا رو ببره زیر سوال. اینو فیفا باید این کار رو انجام بده. اونم کی ببره زیر سوال؟ روزی که بهشون باخته. حالا این بچه ها که به نظر من دستشون درد نکنه، کار به نظر من فوق‌العاده‌ای نکردن، چون کار قبلن هم بچه های ایران در سال 2009 داریش جان، بله رفتن به یک هشتم نهایی، رفتن به یک هشتم نهایی در اون دوره، در گروهشون تیم ملی هلند رو موفق شده بودن ببرن، بله با کولومبیا مساوی کردن و تیم یه تیم آفریقایی گینه بیساو فکر میکنم اونا رو هم 2-0 برده بودن. در یک هشتم نهایی هم در مقابل اوروگوئه 2-1 باختن. از اون تیم اتفاقا دو تا بازیکن الان برای پرسپولیس دارن بازی میکنن، عالمشاه و پیام صادقیان، نه. یعنی که از کل اون اسکواد اون تیم اون روز من هرچی روی عالیشاه و پیام صادقیان، نه. این دوتا هستن، بقیه متاسفانه اسمشون رو من جای دیگه ندیدم، احتمالم داره که حالا از ذهن من افتاده باشه. یعنی این کار انجام شده بوده قبلا. اما بحث آخرمو میذارم، یه 2 دقیقه فیلم داریم از استقبال از این بچه‌ها در فرودگاه، حتما. به صحبت‌های آقای دوستی مهر خواهش می‌کنم. قبل از اینکه این فیلم رو نشون بدیم، وارتان جان، من می‌خوام یادآوری کنم به اتفاق آقای وارث که 16مین سالگرد تأسیس تلویزیون پارس هست. از دوستان تقاضا می‌کنم، ما به سهم خودمون، می‌دونم که تمام روز برنامه‌های همیاری و اینا هست، ولی در این برنامه به خصوص به خاطر برنامه ورزشی تلویزیون پارس مشارکت کنید، حمایت کنید از این تلویزیون، و شماره های تلفن و اینها هم روی صفحه تلویزیون هست. دوست داریم که خبرهای خوبی رو در پایان برنامه در این مورد داشته باشیم. بله بفرمایید. به این نگاه نکنید که این بچه ها دیشب حذف شدند از جام جهانی، به این نگاه نکنید که فقط یک نفر به استقبال اونها اومد. الان خوشحالی یا ناراحت؟ جفتش. یادتون باشه که این تیم ما رفت و جلوی آرژانتین و کانادا کم نیاورد و مساوی کرد. یادمون باشه اتریش رو بردیم و صعود کردیم از مرحله گروهی. فقط یک کلمه میتونم بگم، شرمنده مردم. احوالشون گرفته چون به نیجریه باختند و حذف شدن. نیجریه که 6 بار به فینال جام جهانی رفته و 3 بار قهرمان شده. واقعا تیم قوی بود، ولی ما هم میتونستیم بهتر بازی کنیم و یه نتیجه بهتر جلوشون بگیریم. خلاصه 2 قدم به عقب برگردیم، این بچه ها قبل جام جهانی اندرخم کوچه هایی مونده بودن. بازی تدارکاتی بیشتری انجام میدادیم، مثلا بچه های بسن تجربه بیشتر داشتن، راحت میشیم نیجریه هم ببریم. خلاصه این بچه ها میخواستن بهتر از اینها بزرگی کنن. خیلی دوست داشتیم از این مرحله هم بریم بالاتر. علی آقای دوستی مهر، دوست فوتبال پایه ما که هرچه داشت گذاشت. شرمنده ملت عزیزمون هستیم، واقعا خجالت میکشم. کاش همه اینقدر مشتی بودن در فوتبال ما. ما تو مستطیل سبز تمام تلاشمون رو گذاشتیم، تمام زحمتمون رو کشیدیم، به ما درس داد دیگه، به فدراسیون ما، به ورزش ما، که انشالله واسه سالهای بعد که بخوایم به جام جهانی بریم باید خیلی قویتر، محکمتر، بازیهای تدارکاتی بیشتر، شرایط بهتر، تا بتونیم جلوی مردم شرمنده نشیم. به هر حال جام جهانی دیگه تموم شد، از اینجا به بعد به فدراسیون فوتبال برمیگرده که این تیم، این بچه ها فراموش نشن، بیان بالاتر و سالهای بعد ما از این بچه ها در تیم ملی بزرگ سالان ببینیم. داریشان من نمیدونم آقای دوستی مهر چرا گفتن شرمنده من. چرا گفتن که من خجالت میکشم از مردم؟ آقای دوستیمه عزیزم، حالا ممکنه آدم توی مهمونی با دوستانشه اینا، مثلا ببخش شرمنده، مثلا بعد پذیرایی کردیم فلان، حالا خودش میدونی خیلی هم خوب پذیرایی کرده ولی من. تعارف میکنه من. اما توی کار ملی دیگه جای تعارف و اینا نیست. شما کار بدی کردید، شرمنده اید، خبر نداریم، گفتید واقعا شرمنده. آره. یا این که دارید میگید ما خیلی کار خوبی کردیم، تیمو تا اینجا بردیم، و مثلا دارید یه نوعی شکست نفسی میکنید. ببینید کار ملی جای این صحبت ها نیست آقای دوستی مهر عزیز. شما که با بچهای 16 سال 17 سال طرفید، اینا الگوشون شماین. الان ببینید شما در تعریف تیم ایران گفتید این بچه‌ها، داش جان این قسمت آخر من به شما بدواگذار میکنم، میگویند که 10 شب این بچه‌ها میخوابن،
صبح زود بیدار میشن. نه، آنها یاد گرفتن کف پای پدر و مادرشان را بوس کنند. البته کف پا بوسیدن فکر نکنم زیاد بهداشتی باشه. بعد ادامه دادن که این بچه ها یک چیزهایی را قلبن انجام میدن، دعا میخوانند، هر روز یک نفر برای نماز اذان میخواند، اینها را قلبی انجام میدهند. آقای دوستیمه، شما از قلب همه خبر داری؟ بعد شما داری الگوهای این بچه رو بهش معرفی میکنی که زیارتنامه عاشورا بخونه اینا. شما، من دلم میخواست مثلا خدا بیامرزه مرحوم دهداری و یا آدمایی مثل دکتر اکرامی رو، اینا یه بچه 17 ساله اول درسشون براشون مهم بود که درسشو چجوری میخونه. من اعتقاد دارم نه شما نه بچه ها هیچ کار بدی نکردید که ازش خجالت بکشید، هیچ کار عظیمی هم نکردید که حالا بخواید مثلا گوشه بزنید. مشکل من با این داستان اسم بردن شما از آقایی مثل آقای هدایتی است، پاسدار هدایتی، که مثلا 500 دلار داده به بچه ها و شما در مصاحبه مطبوعاتی رسمیت در امارات محل برگزاری از ایشان به اسم تشکر میکنی. بچه های ما هیچ احتیاجی به این 500 دلاره ایشان ندارن. منم مشکلم با صحبت های آقای علی دوستی‌مهر این هستش که ایشون تفاوت های فنی بین تیم های ایران و نیجریه رو اصلا صحبتی ازش نمی کنن. آقای دوستی‌مهر، شما اگر تمام این هایی که گفتید به کمک شما می آمدن 100% توانتون رو می گذاشتید، بلیو می، منو باور کنید، در اندازه های نیجریه نیستید. از نظر فنی، از نظر سرعت به خصوص، از نظر پاسکاری صحیح، از نظر قدرت جنگندگی، توان بدنی برای 90 دقیقه شما در اندازه های نیجریه نبودید. اجازه بدید که اینا گم نشه. حالا ما خیلی مسائل حاشیه‌ای رو صحبت میکنیم، کی کمک کرد، کی کمک نکرد، 17 ساله بودن یا بالای 17 ساله بودن، اینا رو بذارید کنار. اگر میخواید به فوتبال کمک کنید، هوای بچه ها رو داشته باشید، اما نکات فنی رو بهشون گوشزد کنید. ما با فوتبال سرعتی، نبوغ فوتبال آفریقا روبرو شدیم که تا 4-5 سال، 6 سال، 7 سال دیگه دو مرتبه خواهید دید شما. این تیم آقای وارث، این تیم به لحاظ فنی بسیار بسیار عالی بود، فوق العاده. من اصلا تعجب میکنم به جایی که آقای دوستی گم شده قضیه فنی، همونجوری که اشاره کردی، به جایی که بیاد برای این بچه‌ها کار فنی تیم نیجریه رو به عنوان یه الگوی زیر 17 سال ها به اینا یاد بده، جوری حرف زده که بازیکن نوجوان عزیز ما در فرودگاه میگه ما اگه چند تا بازی تدارکاتی کرده بودیم نیجریه هم راحت برده بودیم. نه عزیزم، 5 مال در شما ساعت دست درد نکنه، شما خیلی زحمت کشیدید، اما ما که نمیتونیم مثلا سر کلاس شما بگی میخوای قضیه شما فیثاغورس رو حل کنی، هنوز جدول ضرب درست بلد نیستی، بگی اگه ما این سر کلاس پوچمون رفته بودیم این کلاس تقویتی، الان مثلا اینجوری نیست مسائل. مسائل رو باید براش زحمت کشید و راهی هم جز زحمت نیست، و تازه با زحمت و حمایت و اینا دست آخرش استعدادهای فردی میاد وسط. بعد آقای وارث آمدن بعد از بازی با کانادا صحبت شرجی هوا و گرمای امارات رو مطرح کردن، در صورتی که بازی‌های ایران به غیر از یه دونش بقیه‌اش ساعت‌های دیر، یعنی 8 شب بود، 8 شب بوده در امارات با تیم‌های دیگری، تیم‌های مثلا مثل اتریش. آیا این گرمی هوا و شرجی برای اتریش نامانوس‌تره یا برای ایران مثلا نامانوس‌تره؟ من حدس می‌زنم برای اتریش نامانوس‌تره. اینا رو مطرح کردی، اما نگاه نمی‌کنید ببینید که از نظر فنی نکات، 2-3 نکته هست در موقع سرعت فوتبال ما کمه آقای وارث. یعنی از همینجا آغاز میشه، بگردید بازیکن سرعتی با تکنیک برای فوتبال، بگردید، یعنی نگردید، خودتون تعلیم بدید. حرکت توپ اسلوه، حرکت توپ آهسته است. من هرچی نگاه میکنم ما باید شانسی میبردیم از نیجریه، فقط شانسی هم نمیشد. نه میدونم نمیشه، برای همه میگم، یعنی تیم ژاپن یه نماینده دیگه آسیا بوده، با تیم فوتبال سوئد بازی کرد. 75-25 مالکیت مال ژاپن بوده. 2-1 بازی رو باز هم باخته.
مربی تیم ژاپن گفته که ما از فرصتمون استفاده نکردیم. بح. ما چرا، من مشکلم اینه که ما به خاطر اینکه یه زحمت مثلا انقدریه میخوایم جا بزنیم، انقدری همون انقدرم و وقت آدم فراموشش میشه ازش صحبت کنه. عزیز من شما سه تا بازی که مثلا آرژانتین رو، حالا سوالای دیگه هم کردن، گفته ما باید سرگروه می اومدیم بالا و نمیدونم آرژانتین رو یه گل بد از آرژانتین خوردیم، ولی این کمک نمی کنه. شما هر چی به بچه ها گوش زده فنی بکنید، حتی اگه زمانی که ببرن، حتی هر چی بگید همینجوری که داروش گفت، سرعتمون باید اضافه بشه، یارگیریمون اضافه بشه، هدایتی و نمیدونم بچه ها نمیدونم میدویدن که مثلا اروپایی ها اینا رو بخوان و اینا. عزیز من با. اونی که اروپایی میخواد ببینه، حالا خیلی باید بازیکن فوق‌العاده‌ای باشه که از دل اینا بیاد بیرون با. اما به این بچه ها کار فنی یاد بدی. این که کسی زیارتنامه عاشورا تو اتاقش میخونه یا نمیخونه هیچ ربطی به کنفرانس مطبوعاتی نداره، مگه اینکه برای جای دیگه داری میگی که بشنون. ممکنه خیلی ها، شما حتما هم آدم درستی هستی، آدم خوبی هستی، اما این روند همون روندیه که نهایتش ورزش متعلق به هدایتی و کاشانی و رویانیان کرده که شما از اونا تشکر میکنی. من تشکر که نمیکنم، هیچی ازشون خواهش میکنم از این ورزش برن، شاید یه سر و سامونی بگیرن. و ختم کلام این که من نکات مثبتم بگم، همونطور که مجید خان وارث گفت، منم از شما تشکر میکنم، از بچه های تیم ملی تشکر میکنم. به نظر من آبرومندانه بازی کردید، زورتون به نیجریه نمیرسید، برید بگردید راهشو پیدا کنید که بتونید تیمای نظیر نیجریه رو شکست بدید. نکات مثبت تیم شما شوت زنی بود. به واقع در فوتبال ایران در هر سطحی من اینقدر شوت زنی خوب ندیده بودم. این رو به فال نیک بگیرید. گفتم همین داشت اینقدر از اون وری میفتن که آدم کارهای خوب بچه ها رو نمیبینه. یعنی میدونید آدم چون میبینه یه سری اصول داره زیر پا گذاشته میشه. ببینید ما با فوتبال ضعیف هم باز خوشحالیم، تیم ملیمون دنبالش میکنیم. ما با این رفتن اخلاقیات و معتبر شدن آدمایی مثل هدایتی از طریق آدمای صاحب نامی مثل دوستی مهر، لطماتمون خیلی بیشتر از گل خوردن از نیجریه میشه. اونو نذاریم اتفاق بیفته. بله. خب آقای وارث، فکر میکنم که این ریاست یا ببخشید وزارت ورزش و جوانان و وزیرش همچنان در حاله ابهام مونده، همچنان اشخاصی رو آقای روحانی معرفی میکنه و اینها با رأی منفی مجلس روبرو میشن. آخرین نفرش هم آقای صالحی امیری بود که رفت، حالا آقای به نام آقای محمد شریعت مداری آمده. بنده دیشب سجایای ایشون رو، سوابقش رو خوندم، چیزی پیدا نکردم جز اینکه یک بار ایشون جزء هیئت مدیره پرسپولیس بوده در 15 20 سال پیش و این رو به عنوان سابقه. و چیزی که برای من جالبه این، هم در مورد سلطانی فر این اتفاق افتاد، هم در مورد صالحی امیری، تا اسم یه نفر اعلام میشه ادهی آدم های سرشناسی هم هستن تو فوتبال ما یا ورزش ما، اینا بلا فاصله این رو برای خودشون، این آقا رو برای خودشون یک آدم بسیار مدیر، بسیار، من هیچ مدیریتی در وجنات ایشون نمیبینم، در کارنامه و رزومش نمیبینم. چه خواهد شد؟ وزارت ورزش و جهان میگن این آقا هم نیست، آقای دیگری در آخرین لحظه معرفی. اتفاقا نکته بسیار خوبی رو گفتی. من فکر کنم این دوستان، این ورزشی ها چون حدس می زدن مثلا این آقای امیری بشه، شروع کردن تعریف کردنش که یه جا حساب شه دیگه، یعنی پستایی داده بشه، حواسشون هست. حالا نفر بعدی رو هم همین کار رو خواهند کرد. من که اسمشو گذاشتم پاچه خاری دیشب. منتها نکته خیلی جالب برای من اینه که همه وزرا تعیین شدن، بله، همه غیر از وزیر ورزش. یه موقعی بود اصلا ورزش و اینا اعتنا نمی کردن، هر کی گذاشتین گذاشت، اصلا نمی دونستن فوتبال چی چیه، ورزش چی چیه، تحویل نمی گرفتن هیچ. حالا حساس حالا شده. فهمیدن عجب جاییه. مثلا شیش ماهه میای میشی رویانیان ورزش. yeah. یه عمر تو سپاه و اینا هیشکی به هیشکی، شیش ماهه اومدی کاپیتان تیم ملی ایران. علی دایی میگه حیف که آقای رویانیان تنهاست. شش ماه پیش یادتونه شما با این دعوا، خب
6 ماه پیشم گفت تو کجا بودی که اومدی تو ورزش؟ ریشه میخواد، ریش نمیخواد. یه من با یه من ریش شما نمیتونی، با ریش نمیتونی، با ریشه میتونی. ببین اینا تمام دوستان دوزاریشون افتاده که چون به نوعی به خصوص این فوتباله تنها سرگرمی این نسل جوانه و 10-15 تا هم روزنامه هایی که هست بالاخره عکس میندازن چیکار میکنن، تلویزیون هم که الا ماشاءالله برنامه ورزشی داره، بهترین جا واسه معروف شدنه. ضمناً بودجه هم میتونن برن زورکی بگیرن چون میگن باید به جوانها رسید و خلاصه جای فهمیدن که جای خوبیه، جای خوبیه. و سر این که جای خوبیه، هم شهر هم نان دارد و هم نام دارد و هم همه چی، حالا دیگه به این مفتی ها رأی نمیدن. و الا شما نگاه کن، خیلی جالبه آخه، بین این همه وزارت خونه های حساس همه تق 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 رأی گرفتن و رأی اعتماد گرفتن. این یکی الان، زمان قدیم سجادی رو هم آقای احمدی نژاد معرفی کرده بود که رأی بهش ندادن، اگه خاطرتون باشه. یعنی تا حالا این مجلس در طول 2 سال گذشته 3 نفر رو رد کرده. این همه چقدر تخصص دارن در امور ورزش مجلسیان. آره، چقدر واردن در این قضیه. این نانه ها به این داستان فهمیدن زیاده و البته خب این صدمه میزنه به ورزش. منتها ورزش دولتی اصلا مزه نداره. نتیجهش همینه که میبینید، ورزش دولتی بی مزه است. آدم همش باید تشکر کنه از حسن آقا و حسین آقا، به قول داریوش که آقا این پوله رو این فدراسیون فوتبال که الان این همه فیفا هم داره بهش پول میده، $500 نداشت به این بچه ها بده که ما جلوی آقای هدایتی سرشکست نشیم که به بچه های تیم زیر 17 سالتون هم من پول دادم که حالا یه چیز دیگه هم هست آقای وارث تو این قضیه، اون بچه هایی که پول گرفتن آیا همشون متمایل به پرسپولیس نمیشن؟ خب بالاخره همه اینا تاثیر داره. میگم دیگه، یا پرسپولیسشون هدایتی هم توی گروه پرسپولیسی ها هست، حالا یه دمارو متهم میکنن به پرسپولیسی استقلالی، من حقو باید بگم. ببینید الان هدایتی و رویانیان وقتی میرن اونجا پول میدن، شاید $500 هم یواشکی به یکیشون بدن که آقا اینا رو، این 3-4 تا مثلا محمد مظلوم یا یکی دو تا دیگه بازیکنای خوب اینا یواشکی رو بدن، من مشکلی باش ندارم. حالا من موقعی که مربی تیم ملی کشورم میشینه جلوی رسانه ها و تشکر میکنه به اسم از یه آدمی که نه سر ورزش ایران بوده نه تای ورزش ایران بوده، آخه اون جایگاه رو عزیزم بذاره بهش توجه. یکی دو تا سوال آقای وارث. در ضمن وارثان جان، شماره تلفن های استودیو رو هم داشته باشیم که این 5-6 دقیقه آخر دوستان اگه میخوان زنگ بزنن در خدمتشون باشیم. یکی اینکه NBA دیشب آغاز شد، چه بازیایی هم داشتیم به خصوص در لس آنجلس. شما با NBA میونتون چطوره؟ با بسکتبال حرفه ای آمریکا؟ ما چون آمریکا الان روابطش زیاد خوب نیست. با کی خوب نیست؟ با کی خوب نیست؟ اینه که حالا اگر که این مذاکرات نتیجه بده، شاید منم اومدم طرف لیکرز. بعد جایی داری میری چون من طرفدار لیکرز نیستم. یکم ال کلاسیکوی دیگری انجام شد، نظری راجع به این ال کلاسیکو داریم؟ بازی رو چطور دیدی؟ بعد نبود بازیشون، بعد نبود، در حد مثلا تیم نمیخوام در مورد داوری صحبت کنم، ولی یه خطایی رو روی رونالدو انجام دادن، این که حتی آنچلوتی هم به زبان اومد. آره پنالتی شد، تموم شد. آره ولی جالب همینه، کسی دیگر بعد از اون کنفرانس مطبوعاتی بعد از این دیگه صحبت نمیکنه، غش کردن کسی رو متهم نمیکنن که داور غش کرد و اله و بله. ولی به هر صورت آرسنال چلسی عجب تیم پرقدرتی شده در انگلیس. زمان احتیاج داشت به نظر من جوز مورینیو که با این تیم چلسی جا بیفته. و واقعا من بازی آرسنال و چلسی رو دیدم آقای وارث، همین مسئله من خیلی خوشم میاد از این جمله، زورش نمیرسید. یعنی آرسنال خیلی خوب بازی کرد ولی هر کاری کرد زورش به چلسی نرسید. البته همونجور که دقت کردید، هر دو تیم نفرات در واقع ذخیره شون بازی کردن. این خیلی نکته مهمیه. البته نه ذخیره ذخیره، اسکلت مال اسکلت ذخیره بود. اسکلت چون کپیتال وان کاپ اصلا خیلی جالب نیست، یعنی کسی اوتن بشه به نیمه نهایی که میرسه تازه آره. چیز میشه. ولی منچستر سیتی برد، منچستر یونایتد برد، چلسی برد، تاتنام برد. دیوید مویز
اینجا سعی میکنید چون فکر نکنم جام دیگه رو ببره، تنها شانسش اینه که شاید کپیتال وان رو ببره. خب مطلب دیگه ای هست، فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر فاصله نداریم به پایان برنامه. راجب ساعت ها و عرض کنم که روزهای برنامه هم یه گفتگویی با دوستان داشته باشیم. اولا بنده و آقای وارث در سایت گزارشگران.com که فکر میکنم از دو سه روز آینده این سایت حرکت اصلیش رو آغاز میکنه، ما برنامه ها رو در این سه شبی که در تلویزیون داریم در سایت گزارشگران.com حداقل به مدت نیم ساعت دیگر ادامه خواهیم داد روی اینترنت. در صفحه فیسبوک هم صفحه‌ای رو داریم به نام گزارشگران، اونجا هم با شما در ارتباط خواهیم بود. من ازتون تقاضا میکنم، من در گزارشگران آقای وارث یادتون باشه وقتی سفر رو ایجاد کردین، وقتی معلوم شد که ما میایم تلویزیون پارس، اولین حرفی که زدم گفتم آقا بیایید و از این برنامه حمایت کنید. حمایتتون هم میتونه به اشکال و شکل‌های مختلف باشه. بیایید از طریق اسپانسرشیپ، از طریق دادن آگهی بازرگانان عزیز که خیلی هاشون توی بینندگان ما هستن، بینندگان این برنامه و دوستان، حالا به هر شکلی که میتونن کمک کنن. متاسفم بگم که تا به حال بنده پاسخ چندانی در این مورد نگرفتم، امیدوارم این مسئله رو شما فراموش نفرمید. آقای وارث بریم سراغ تلفن ها. درود بر شما، بفرمایید. الو جونم بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. شب جناب علی بخیر، در خدمت، بفرمایید. من این برنامه شما رو الان داشتم نگاه میکردم، جناب آقای زهاب که خب خیلی فنی هستن، خیلی اطلاعات وسیع دارن، جناب علی هم به هم شنید، ولی یک ساعت شما فقط راجع به این که یه مربی تیم جوانان مصاحبه کرده گفته بودم $500 دادن ساخه، این بحث اینقدر مهمه، یعنی فوتبال ما به این هیچ مشکلی نداره. بله خواهش میکنم. نداره کشتی نداره. الان خدمت رو پاسخ ما رو بشنوید، خواهش میکنم. مرسی، بفهم. اولا یک ساعت نبوده بیننده، کل برنامه 50 دقیقه، کل برنامه ما 50 دقیقه هست، هنوزم 5 دقیقهش مونده. اما اگر برای ما به عنوان یک رسانه ورزشی، تیم ملی زیر 17 ساله ما آنچه که برش میگذرد، آنچه که بهش گفته میشود، اینها اساره های 17 ساله های ما هستند و آقای دوستیمر مربی هست که از نظر فنی و اخلاقی شهره هست، اگر این مهم نیست که ما یک کشوری رو متهم میکنیم، من به خاطر اون جوونا دارم میگم که بازیکنات قلابی هن بالای 17 سال هن. اگر ما به یک بازیکنمون یاد میدیم که یه پاسداری بیاد به تو پول بده که خوب بازی کنی برای کشورت، اگر جزو سجایای اون اینو بشماریم که توی اتاقش زیارتنامه عاشورا میخونه و صبح میاد از اون میگه، اگر اینها به اندازه نشون دادن دو تا گل تیم فوتبال پرسپولیس یا استقلال در مشهد اهمیت نداره، من یکی نیستم. بله بنده هم نیستم، بنده هم نیستم. عرض کنم به خدمتتون که ببینید ما برنامه های ما در این تلویزیون به این شکلی که یه شب من برنامه دارم، یه شب آقای وارث داره، یه شب هم فرصت بحث و گفتگو میشه در پیشاپیش شما و این بهترین فرصت برام. اولا 50 دقیقه برنامه است، 5 6 دقیقه اولش به سلام و تعارف و اینا میگذره، 10 دقیقه 12 دقیقه راجع به مجیدی و مسئله دوپینگ صحبت کردیم. تقریبا شما میتونید الان هم که تقریبا 10 دقیقه است بحث ما تمام شده، کلا شاید ما 25 دقیقه 30 دقیقه. این خیلی ارزش داره، خیلی مسئله مهم است. اینجاست که پایه های فوتبال ما درست میشه، اینجاست که شما 10 سال دیگه شکایت میکنید که چرا اینجوری شدیم ما، چرا نوجوانان ما که خیلی خوب بودن، خوب بازی کردن، چی شد که ول شد. اینه، ایناست که ما صحبت نکردیم راجبش، حلاجی نکردیم، ارزیابی نکردیم. به لحاظ فنی هم بنده هشدار دادم، آقای وارث هم همینطور، به آقای وارث، ولی مسائل حاشیه‌ای رو آقایون به وجود میارن. بعدم خیلی جالبه آقای زاهر، این جام جهانی قربونت برم، شما چطور جام جهانی بزرگسالان رو از تلویزیون ها توقع دارید هر روز پخشش کنن؟ جام جهانی زیر 17 ساله که به نوعی بسیار مهمتر از اون جامه برای ساختن یک جامعه، 20 دقیقه طاقت ندارین راجبش صحبت کنین. آقای وارث در زم بگم بهتون، من از این دوستم عرض میخوام اگه این رو به نیت بدی میگیره، ولی من مطمئنم اگر امشب تیم ملی بزرگسالان ما راجبش صحبت میکردیم ایشون حوصله‌اش سر نمیرفت و میگفت 15 دقیقه دیگه هم شاید بهتر بود صحبت کنیم. این نشانه این هستش که ما اهمیت نمیدیم به این رده سنی، برخلاف خیلی، برخلاف خیلی ها. ما
اهمیت بیشتری قائلیم برای اصلا این ما اگه اینجا نشستیم به خاطر این جوان زیر 17 ساله است، ولی اونا که بزرگ شدن که دیگه به حرف من اصلا هم از ما پولدارترن، هم معروفترن، هم خوشتیپترن، به ما کار ندارن. خب باید خداحافظی کنیم. تشکر میکنم از دوستان، آقای وارث تشکر میکنم از دوستانی که واقعا حال و حوصله این رو دارن که به این بحث‌های عمیق و با حیاتی برای ورزش ما توجه داشته باشن. اگرم حوصله‌شون سر میره ما شب‌های دیگر داریم، هایلایت داریم. این شب رو بذارید ما به فکر خودمون، به سلیقه خودمون با شما گفتگو داشته باشیم. ضمناً فردا شب راجع به کشتی بازم صحبت می‌کنیم که این دوستمون هم گله نکنه. شب بخیر. ممنونم از شما، از همه شما همیار تلویزیون پارس و برنامه ورزشی تلویزیون پارس گزارشگران باشید. درود بر همگی شما. برقرار و پایدار باشید.